عملیات فتح المبین، عملیات نظامی گسترده نیروهای مسلح ایران علیه نیروهای مسلح عراق در خلال جنگ ایران عراق بود که در فروردین سال 61 با تلفات بالای انسانی پس از 7 روز نبرد سنگین و با پیروزی قاطع نیروهای ایرانی و عقب نشینی نیروهای عراقی از سرزمین‌های اشغال شده به پایان رسید. این عملیات در ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه دوم فروردین سال 61 در جبهه جنوبی در منطقه غرب شهرهای شوش و دهلوران با وسعت حدود 2500 کیلومتر مربع در استان خوزستان انجام شد. تحریزی عملیات فتح المبین از اواسط آبان سال 60 آغاز شده بود. بسیاری بر این باورند که این عملیات نقطه عطف جنگ ایران و عراق است که در نهایت منجر به بیرون راندن نیروهای عراقی از بخش بزرگی از خاک خوزستان شد. هرچند برخی دیگر از مفسران جنگ عملیات بیت المقدس را تعیین کننده ترین عملیات در طول جنگ ایران عراق می دانند. در مجموع عملیات فتح المبین باعث آزادسازی 2400 کیلومتر مربع از سرزمین های اشغالی شامل ده ها بخش و روسا بنی چندین جاده ارتباطی مهم در استان خوزستان شد. همچنین شهرهای دزفول، شوش، دهلوران و اندیمش، همچنین پایگاه هوایی دزفول از دید و تیر مؤثر نیروهای عراقی خارج شد. با خاتمه یافتن عملیات تریگلگوت، تلاش برای اجرای عملیات بعدی به منظور جلوگیری از قدرت تصمیم گیری، تجدید سازمان و تقویت روحی که ارتش عراق آغاز شد. در این شرایط که نیروهای ایرانی ابتکار عمل در جنگ و پشت جبهه را در دست داشتن، دو منطقه غرب دزفول و منطقه عمومی خرمشهر نظر فرماندهان ایرانی را به خود جلب کرده بود که الزاماً می‌بایست یکی از آنها جهت اجرای عملیات بعدی نیروهای ایرانی انتخاب می‌شد.